میخوام یک فیلم بسازم. فیلم ساختن مراحل مختلفی داره. اولین کار پیدا کردن سرمایه است. در اغلب موارد کارگردان باید خودش پولو بذاره، یعنی که باید بره دنبال تهیه کننده که برای فیلم کوتاه پیدا نمیشه. اگر مصراب تهیه کننده باشه باید مدت زیادی دنبالش بری و فیلمنامه رو بدی و اگه اونا پسندیدن تغییرات دلخواه اونا رو انجام بدی و همه اینا چند ماهی طول میکشه. نه، منظورم یه فیلم ساده است، یه فیلم کم خرج. همین هفته میخوام بسازم. خب فیلمنامه، برای فیلم باید فیلمنامه داشته باشی. هیچی، نه داستان نه فیلمنامه، یه فیلمه که تو همین دانشگاه میگذره. خب بهتره اول یه لیست از همه جای دانشگاه تهیه کنیم. گروه سینما، گروه مدیریت فرهنگی، بسیج، جمعدار اموال، مخابرات، دبیرخانه، امور مالی، دستشویی مردانه، دستشویی زنانه، سایت، دفتر رئیس، حراست، نگارخانه، اتاق بازی، نمازخانه، سلف پسران، سلف دختران، آشپزخانه، بوفه، گروه نقاشی، گروه صنایع دستی، گروه تئاتر، گروه گرافیک، لابراتوار عکاسی، سالن اجتماعات، کتابخانه، گروه موسیقی. خب حالا باید بازیگر پیدا کنی. دو تا بازیگر، یه پسر و یه دختر. میتونیم از بچه های رشته تئاتر انتخاب کنیم. بودن نه. یا بودن یا نبودن، بودن یا نه، بودن یا نبودن، بودن یا نه، بودن یا نبودن، بودن یا نبود، نه، بودن یا نبودن، مسئله نه، بودن یا بودن یا نبود، بودن یا نبود، بودن یا نبودن، مسئله این است، بودن یا نبودن، مسئله این است. خب حالا دو تا بازیگر داریم. باید برای هر بازیگر یک شخصیت پیدا کنیم. من وحید نفر هستم، دانشجوی ورودی 79 رشته صنایع دستی، ترم آخرمه، درگیر پروژه‌ام، عاشق کوهنوردی، شنا، بدمینتون، سوارکاری. چند سال پیش از کوه افتادم، پای چپم شکست، توش پلاتین گذاشتن، مدتی دیگه نمیتونم ورزش سنگین بکنم. مجردم ولی هنوز کسی که دنبالش میگشتم پیداش نکردم.
من سارینا صالحی هستم، متولد 1358، رشته کارگردانی سینمایی. من هدیه طاهری هستم، متولد 1360، دانشجوی نمایش ابزار. تئاتر به خاطر علایقم انتخاب کردم، ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که وجود داره همه کار میکنم جز کاری که باید انجام بدم. و اینکه از کوهنوردی بدم میاد، از ارتفاع میترسم و ترجیحاً ورزش‌های ساده مثل پیاده روی. خب لوکیشن دانشگاه و دو بازیگر. باید برامون یه خط داستانی بسازیم. یه بازیگر دختر و یه بازیگر پسر. شاید یه خط عاشقانه، پسر عاشق دختر میشه. آقا من عاشق اون دخترم. نمیدونم چی کار کنم. شب و روز دارم بهش فکر میکنم. دیگه دارم دیوونه میشم. میفهمم چی میگی. درکت میکنم. من خودم تو زندگی دوبار شکست عشقی خوردم. آقا جون چرا انقدر قضیه رو پیچیده‌اش می‌کنی؟ تنها کاری که باید بکنی اینه که روک باشی. صاف برو جلوش، بهش بگو که عاشقتم. همینجوری که نمیتونم برم بگم عاشقتم، که باید یه بهونه چیزی پیدا کنم. صبر کن علی اومد. علی، این رفیق ما عاشق شده، چیکار کنم؟ ببین دادا، من که میدونم اینا تو رو درک نمیکنن. اصلا چیز چه دانت قیمت نقل و نبات. تو اگه مشکل داری بیا پیش حاج علی. اصلا تو بری اگه تاریخ یونان رو ورق بزنی، حاج علی یعنی خدای عشق عاشقی. حاج علی هزار بار تو این راه رفته و هزار بار شکست عشقش خورده. صد بار مثل شیر رفتم ولی مثل موش برگشتم. اینم بهت بگم، تو این راه یه اصلی داریم به نام اصل 29 تو قانون اساسی. این اصل یعنی اصل غافلگیری. دادا اگه یکی خوشت اومد عاشق شدی، سه سوت برو بهش بگو، بهش بگو براش ابراز عشق کن. اگه این کارو نکنی ممکنه یکی تیزبازی در بیاره، از اصل 29 یعنی اصل غافلگیری استفاده کنه، دختره رو هپلی هپول کنه. فقط من یه بار تو اینجا موفق شدم، اونم این بود که به یه خانم پیشنهاد دادم تو فیلمم بازی کنه. اومد تو فیلمم بازی کرد، بعد ما عاشق همدیگه شدیم و الان سالهای ساله که ما تو کنار هم. کیستی که من این گونه به اعتماد نام خود را با تو میگویم؟ کلید خانم را در دستت میگذارم، نان شادی هایم را با تو قسمت میکنم، به کنارت مینشینم و بر زانوی تو این چنین آرام به خواب میروم. شنیدم پیشنهاد بازی دادی رد شد. نه خوب نیست، شاید یه موضوع انتقادی، مثلا مشکلات دانشجویی. از یه نفر میپرسی؟ مشکلات دانشگاه خیلی اساسیه. مثلا توالت طبقه منفی یک، که کتابخونه طبقه 5، 6 طبقه با هم فاصله. Thank you.
الو الو آقا چند دست باش الو سیا مادم قصد که سلام لطفاً مانع بسته شدن در نشوید. من دانشجوی سینمام، ترم 4، عاشق سینمام، میخوام کارگردان بشم. اگه 100 بار دیگه هم کنکور میدادم همین رشته رو انتخاب میکردم. با دو تا دیگه از دوستان کلی تلاش کردیم تا کانون فیلم را بندازیم. جلسه های کانون فیلممون الان با عده کمی برگزار میشه. همکلاسیامون 60 نفره. من نمیدونم برای چی اومدن رشته سینما. حالا ما میخوایم یه کاری بکنیم که اینا رو از دانشگاه اخراج کنیم. اگه باور نمیکنین به این نگاه کنید.
میخواییم یه کاری کنیم کسایی که علکی اومدن سینما بخونن اخراج بشن. اخراج! 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 بفرمایین تو. نظر من دیگه هیچ راه چاره ای نمونده. اونو بعد اخراج بشه. هسته آتش فشانی سینما بهروز افخمی. صفحه 24. میزان توفیق جان لوکودار در دستیابی به اهدافش در طول 20 چند سال چندان بیشتر از موفقیت‌های گروه چریکی نبوده است. اما سماجت حیرت انگیز و گیج کننده او در حیف و حرام کردن نگاتیو و وقاحتش مزاج آورش در بکارگیری پورنوگرافی سبب شده که مدیران جشنواره‌های ریز و درشت اروپایی در سال‌های اخیر رگ را در مقام یک آوانگارد پیر به عنوان نمک برنامه‌هایشان مورد استفاده قرار دهند. صفحه 28.
اما اگر کسانی این حرف ها را به حیطه سینما منتقل کنند و دچار این توهم شوند که هنر هفتم هم به فاصله گذاری نیاز دارد، یعنی می بایست برای جلوگیری از غرق شدن تماشاچی شگردهایی ابداع کنیم و مرتبا وی را از فیلم به بیرون پرت کنیم، باید گفت آن کسان سرنا را از سر گشادش می زنند، یعنی از درک این نکته عاجز ماندند که توانایی اصلی و ذاتی هنر فیلم در ایجاد همین واقع نمایی و باورپذیری خلاصه می شود و جدال با باورپذیری با باورپذیری عمیق و ناخودآگاه تماشاچی نوعی نقض غرض است که مستلزم نفی ذات سینما و تخریب اساسی ترین امکانات آن خواهد بود. صفحه 47. در فرانسه جوانانی که پشت در استودیو مانده بودند در مجله‌ای به نام دفترهای سینما جمع شدند و مطالبی نوشتند و چاپ کردند با این مضمون که سینمای فرانسه مجموعاً بی‌ارزش و مبتذل است و فیلم یعنی فیلم امریکایی و از میان آثار امریکایی هم فیلم‌های درجه دو از نظر مقدار بودجه از فیلم‌های درجه یک بهتر است. مردم این حرف را هم باور کردند. و نتیجه این شد که سینمای ملی فرانسه، یعنی صنعتی که تا آن موقع زیر فشار رقابت تلویزیون از یک سو و سینمای قدرتمند امریکا از سوی دیگر، صدمات فراوانی را تحمل کرده بود، تتمه تماشاچیان خود را از دست داد و از هم پاشید. بعد این آقا پسرها با ارث پدری یا باقی مانده پولهای تهیه کنندگانی که دیگر توانایی تهیه فیلم درست و حسابی را نداشتند، مشغول ساختن نوعی فیلم ارزان قیمت شدند که به سینمای موج نو فرانسه معروف شد. تهیه کنندگان زیر ضربه این موج نو کاملا نابود شدند و از میان فیلمسازان نو آنها که استعدادی داشتند با ساختن چند فیلم یاد گرفتند که خط فرضی را رعایت کنند و بعضی از ایشان که فروتنی بیشتری داشتند مثل فرانسوا تورفو حرفهای چند سال پیش خود را در مورد ارتجاعی بودن قواعد خط فرضی پس گرفت. صفحه 71. به شناخت من اعتماد کن، چون من اگر گوهرتراش خوبی نباشم گوهرشناس خبره ای هستم، یعنی خوب میدانم که درباره چه چیزی حرف میزنم و اگر احیانا از میان سینمای بنویس های وطنی کسی در مورد ارزیابی فیلم یا فیلمسازی با من مخالف باشد به احتمال زیاد این اوست که اشتباه میکنه. ما به اعتصابمون ادامه میدیم تا اونا اخراج بشن. باید تکلیف ما روشن بشه. این یه مشکل اساسیه. خوبه. و یک بار دراماتیک. یک شورش. حالا به یک پایان احتیاج داریم. پایان قاعدتا اینه، ولی این خوب نیست. من این پایان رو دوست ندارم. این منصفانه نیست. شاید بهتر باشه دنبال همون خط عاشقانه بریم. و یا مشکل ریشه‌ای دانشگاه رو حل کنیم. شاید بهتر باشه یه فیلمنامه بنویسم و دنبال تهیه کننده برم، مثل فیلم اولم. شاید صدا سیما قبول کنه این طرح تهیه کنه، طرحی که روح امید را در جامعه بتراود.